درود تقدیم شما عزیزان به ادامه معرفی آثار مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی رساله شرح حدیث اما را به معرفی میگیرم. یکی از آثار و رسالات کمتر معرفی شده جامی شرح حدیث اما یا شرح حدیث ابیرزین عقیلی است. برخی از منابع معاصر شرح حدیث اما را جدا از شرح حدیث ابیرزین عقیلی دانستند، اما با توجه به نسخه های به دست آمده و با توجه به موضوعات و آغاز و انجام این نسخ خطی مشخص می گردد که هر دو رساله یکی است. اما یکی از مباحث مهم عرفانی است که در آن از جایگاه پروردگار پیش از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود پیش از ظهور و تعیین سخن گفته می شود. این بحث به دنبال روایتی که از پیامبر اسلام نقل شده در موضوع عرفان مطرح گردیده است. این نقل قول و این حدیث شریف از ابوذر عقیلی غفاری است و این حدیث را ترمذی، ابن ماجه، احمد حنبل و دیگران نقل کرده اند. در بین اصحاب عرفان دو نظریه مشهور در خصوص اما وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعیین اول و برخی هم آن را مقام واحدیت و تعیین دوم دانستند. حضرت جامی از آن دسته عرفایی است که اما را بر واحدیت منطبق دانسته و عناوین مخصوص به واحدیت و تعیین دوم را برای آن ذکر کرده است. ابورزین عقیلی که با آن ابوذر غفاری و ابیذر و ابوذر هم گفته می شود، یکی از کبار صحابه و پنجمین کسی است که به اسلام گرویده و نامش جندب فرزند جناده و مادر او رمله از قبیله بنی غفار است و همسرش ام زر نیز صحابیه بوده. در منابع آمده است که پیامبر اسلام فرمود ابوذر غفاری در امت من به زهد و تقوا چون عیسی فرزند مریم است علیه السلام. و آنگاه که پیامبر اسلام در سال هفتم و به روایتی در سال هشتم از هجرت به عمرت القضا در جنگ بنی مستلق بیرون رفت، ابوذر غفاری را در مدینه به عنوان خلیفه مقرر کرد و این خود نشانه کامل اعتماد به پاکی و شخصیت وی است. ابوذر پس از وفات حضرت ابوبکر به شام رفت و تا روزگار خلافت حضرت عثمان بدان جزیست و چون او به اعمال و کارهای معاویه در شام انکار میکرد و انتقاد میگرفت، معاویه به حضرت عثمان شکایت کرد و حضرت عثمان او را به ربزه در سمنزلی مدینه نفکرد و سرانجام در سال 32 هجری قمری در آنجا وفات یافت. ابوذر غفاری حدیثی دارد که مولانا جامی به شرح این حدیث پرداخته و معروف است به رساله شرح حدیث اما. این رساله شرح کوتاه عرفانی است بر حدیثی که از ابورزین عقیلی روایت شده که گویند شخصی و به روایتی خود ابورزین عقیلی از حضرت پیامبر اکرم پرسید: این کانه ربنا قبل ان یخلق خلقه قال کان فی اما این ما تحت او هوا اون و ما فوق او هوا، که شائبه تجسیم از پاسخ حضرت برمی آید. وی دو اشکالی را که بر آن وارد می شود برمی دارد. یکی این که خدا نیازمند به جایگاه پنداشته می شود اگر بگوییم که پیش از آفرینش در اما که ابر نازک است بوده. دیگر این که این حدیث می رساند که خدا پس از آفرینش در خود آفریدگان خواهد بود و این حلول است. جامی در باب این حدیث شرحی کوتاه نوشته به نظم و نثر و به زبان فارسی و در شرح این حدیث از نظر اهل عرفان درباره حقیقت مطلق، وحدت وجود و کثرت نسبی آن شش درجه خلقت که بعد آن انسان کامل می‌گردد سخن می‌راند و موضوع را به بحث می‌گیرد. این رساله برای دانستن نظر فلسفی جامی، قدرت او در دانستن و نازکی های زبان عربی، علم حدیث، تاریخ تصوف و فهم و بینش او آید به وحدت وجود یا اینکه وحدت در کثرت اهمیت فراوانی دارد. از شرح حدیث اما یا شرح ابیرزین عقیلی جامی نسخه های فراوانی به دست آمده. با توجه به منابعی که در اختیارم قرار دارد تا
تا کنون 30 نسخه از این اثر به دست آمده که این نسخ خطی در کتابخانه ها و موزیم های کشورهای هندوستان، ایران، ترکیه، پاکستان، انگلستان و دیگر کشورهای جهان نگهداری می شود. قدیمی ترین نسخه ای که از شرح حدیث اما یا شرح حدیث ابیرزین قفاری جامی تا کنون به دست آمده، نسخه ایست به شماره 504 که در کتابخانه دهلی نو نگهداری می شود و تاریخ کتابت این نسخه سال 867 هجری قمری می باشد. از نشر و چاپ شرح حدیث ابیرزین عقیلی جامی اطلاعی در دست نیست، گویا این رساله تا کنون لباس چاپ بر تن ننموده است. این بود معلوماتی کوتاه پیرامون شرح حدیث اما جامی که تقدیم شما عزیزان گردید. در برنامه بعدی اثر دیگری از جامی تحت عنوان شرح رباعیات جامی را به معرفی خواهم گرفت. از توجه شما سپاسگزارم.